درود و سلام، وقت شما هموطنان عزیز بخیر. به دنیای ورزش از آریانیز با من جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستیم، ما را همراه باشین. امروز هم مهمان خیلی گرامی ما، گوینده پرتلاش ما، سید احد سروش از بخش ورزش، یکی شما بیننده بودین مسابقات جام جهانی 2022 قطر. در برنامه دنیای ورزش است که در رابطه با بازی امشب هم می‌خوایم بیشتر بدانیم و اینکه جام جهانی 2022 قطر چگونه به پایان میرسه و تیم هایی که حذف شد و تیم هایی که باقی ماند دور از تصور همه بود و امشب هم یک بازی جذاب دیدنی هستیم. سید احد سروش سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید، خسته نباشین به دنیای ورزش. سلام جمشید جان، وقت خودت بخیر، ان شاء الله همه همکاران ما خوب باشن و سلام به تمام بینندگان عزیز، بعد از ظهر همه بخیر، ان شاء الله که خسته نباشین. این برنامه شما تنها به من مونده بود اگر مصروف مسابقات جام جهانی فوتبال قطر، همگی کامنت میگذاشتن که آقای سروش کی برمیگرده به دنیای ورزش. ان شاء الله بعد از این برمیگرده. مسابقات جام جهانی فوتبال قطر 2022 میرسیم به مرحله هایی که به مرحله های پایانی هم است و امشب هم بازی خیلی دیدنی هست. سید احد سروش، میخوایم بدانیم چند بازی هست و یک موضوع خیلی اساس که تیم هایی که دور از تصور بود که حذف نمیشن حذف شدن. ببینید، زیبایی فوتبال این همیست که رقم میخورن، بعض تیمایی که شما انتظار دارین با ستاره ها میان و نتیجه میگیرن، بعضی هاست که ستاره ندارن نتیجه میگیرن، بعضی هاست که تلاش تیمی دارن، برنامه دارن و در مدتی که نتیجه میتونن پیش میان و مربی خوب دارن. کاملا ما در مسابقات جام جهانی امسال شاهد درخشش تیم های بسیار زیاده بودیم. تیم هایی که به قول شما تصور نمیشد، بعضی تیم ها سرشون حساب برده میشد، ولی در کل این گونه نبود. امسال خب سطح جام جهانی بسیار فوق العاده بود و خیلی تیم هایی که در این مسابقات میان همگی با یک آمادگی کامل میان و این تیم ها فیلترهای مختلف رد میشن تا میرسن به این مرحله. در مسابقات جام جهانی امسال 32 تیمی که آمده، با 32 تاکتیک متفاوت، با 32 چهره متفاوت، با 32 تیم متفاوت و با 32 کارکرد متفاوت آمده بود. ما یک مرحله گروهی جالب را سپری کردیم. شاید در روزی که قرعه کشی شد مرحله گروهی جام جهانی، شاید کس تصور نمیکرد که ژاپن به صدر نشین گروه ای شود، اما ژاپنیا به خود باور داشتند، اما سامورایی ها به برنامه خود، به سرمربیشان، به کارکردشان باور داشتند و واقعا آسیا به نمایندگی چنین تیم مبارمند است که فدراسیون فوتبال آسیا و تمام آسیا خوشحال است. نماد اخلاقی که در طول جام جهانی نتیجه خوب گرفت، آمد دو گل اروپا را حذف کرد که از صدش گذشت که هیچ کس انتظار نداشت. آلمانی که با همه ستاره های خود آمده میخواست نتیجه بگیرد، او را 2-1 برد، یک کامبک فوق العاده زد. بعد از آمد اسپانیای پر ستاره را شکست داد. خیلی ها انتظار داشتن که در این گروه فقط آلمان و اسپانیا بالا بیاید، اما نه، تیم ملی ژاپن ضمن که آلمان را حذف کرد، آمد به عنوان صدرنشین بالاتر از اسپانیا صعود کرد. بله. در مرحله بعدی یک کم به تجربگی خود تیم سبب شد که در ضربات پنالتی بازی را واگذار بکنن و همین امر سبب شد که نتونن به دور بعد برن، در حالی که ما اگر ژاپن در مرحله که یک هشتم نهایی به مسافه کرواسیا رفته بود، با برنامه کرواسیا باید آشنایی می‌داشت و خب بازی را ژاپنی ها هم بردن به مرحله که باید می رسید و کرواسیا ستاره های نامدار به این مرحله دارن. بله. کرواسیا که حالا در نیمه نهایی مسابقات هم هست. جالب بود، خب مراحل سپری کردیم، آمد یک چهارم نهایی، یک چهارم نهایی هم که شگفت انگیز بود مثل دوره های قبل. هالند با توجه به بازی ارزشمندی که داشت، یک ناتوانی بزرگ هم داشت که دروازه‌بان خوب نداشت و یک گلکیپر یک از اصلی ترین گزینه هایی که شکست هالند را سبب شده می بود و تیم ملی هالند حذف شد. ارجنتینی که متزلزل شده بود در این مرحله، حتی در آغاز مسابقات نشان داده بود که تیم متزلزل است، اما با توجه به عملکرد درخشانی که میسی از خود برنامه‌اش گذاشت، تانس که نتیجه بگیره به مرحله بالاتر. کرواسیا که برازیل پرستاره تر نسبت به تمامی تیم‌ها را، حتی یک نیمکت ستاره ای داشت، او را حذف کرد در ضربات پنالتی و نگذاشت که پیشتر بیاید. سمت دیگر انگلستان و فرانسه با مسافه هم رفتن که فرانسه مثل سالهای قبل همه حریفان خود را برد، آمد به این مرحله تنها یک باخت داره و در این مرحله حتی نگذاشت که بازی بره به وقت‌های اضافه و توانست که در همان ابتدای کار با نتیجه 2-1 بازی را به سود خود به پایان برسانه و با درخشش ژیرود و شوامینی که با او گل مقبول خود به ثمر رساندن می اول، تانستن که تیم ملی پرستاره و ارزشمند رقابت های جام جهانی را حذف کنند. فکر کنین تیم ملی انگلستان گران قیمت ترین تیم جام جهانی فعلی بود که بالاتر از 1 میلیارد ارزش داشت. درست است فرانسه هم بالاتر از 1 میلیارد ارزش داره، اما باز هم چند
روپیه پایین و بالا میشه. بله. سمت دیگر مراکش آمد و مساف پرتغال رفت که مراکش تا این مرحله که بالا آمده بود یک نتیجه فوق‌العاده رقم زده بود. انقلاب تیمی سبب شده بود تا فشار زیاد روی ستاره ها باشه، اما ولید راکراکی توانست تیم خود خوب منسجم بکنه، با برنامه بیه یک نتیجه فوق العاده رو بگیره. بله. هم اسپانیا رو حذف کرد، بعد از او آمد در این مرحله به مساف پرتغال رفت و پرتغال حذف کرد، آمده در نیمه نهایی و تنها تیم تاریخ جام جهانی از کشور آفریقایی است که در نیمه نهایی حضور پیدا کرده، حضور پیدا کرده و احتمالی که حتی تا فاینال هم بره میره. و امشب خیلی بازی حساس است. کدام بازی هست؟ امشب ما از نیمه نهایی بازی اولش رو پخش میکنیم. آها. که راست ساعت 10 آغاز خواهد کردیم انشالله و بیننده ما میتونن بازی را تماشاگرش باشن ساعت 10. 11:30 آغاز مسابقه است. بله. که تیم‌های ملی ارجنتین و کرواسیا به مساف هم میرن. بازی جذاب و دیدنی خواهد بود، فوق‌العاده است این دیدار و پیشنهاد میکنم که هر جایی هستین بازی را خود برسل. متاسفانه که برق ندارن. خب برق مگر ندارن، ما یک خوبی که داره از طریق وبسایت ما میتونن ببینن. وبسایت arianatelevision.com/live در خدمتشون است، همچنان از طریق رادیو میتونن پیشنهاد. آرژانتین و کرواسیا خیلی خوب آمدن در نیمه نهایی و ای که بازم ببینیم کدام تیم حذف میشه. خب بازی برد باخت داره، حالا ببینیم که آرژانتین با کدام تکنیک و تاکتیک پیش میاد و کرواسیا با کدام مدیریت و منیجمنت. جمشید جان، من در آغاز مسابقات در مورد تیم ها نظر نداده بودم که بل. کدام تیم برنده میشه، کدام میبره. سوالم کردم در همو شروع یک مسابقه جهانی. گرچه خودم طرفدار پرتغال هستم، میره همه میدونم چیز پنهانی نیست، گزارشگرم علاقه دارم. بله 100%، هر کی دل داره. ما در رقابت هایی که بین تیم ها برگزار شد، پرتغال به دلیل از اینکه همه با من موافق بود که رونالدو آخرین جام جهانی شاید باشه بیه بالاتر، اما این گونه نشد. با چشمایش کالوت بیرون شد. زمین تر سختم بود. اشتباهات رو هم تیم ملی پرتغال داشت در چی اشتباهات رو شما شاهد بودین؟ او رو من صحبت میکنم. خیلی خوب. اما جالبی بود که وقت شبه که پرتغال با مراکش بازی کرد، من کارشناس برنامه رم که داشتم همچنان شهرزاد عزیز در برنامه بود، من واضح گفتم که امشب شب متفاوت برای پرتغال است. یعنی پرتغال دست کم نباید بگیره مراکش رو و مراکش شگفتی ساز است، میتونه یک شگفتی ها بیافرینه. کاری که فکر میکردم شد، در نیمه اول تاکتیک بسیار زود تغییر کرد، تا 10 دقیقه لاک دفاعی رفت تیم فرناندو سانتوس حمله کرد، 10 دقیقه بعد آهسته آهسته تیم حریف شناختن، در 20 دقیقه کامل تاکتیک چی مراکش کلا حمله ای شد، آمد سمت دروازه، میدان گرفتن، کاملا میدان در اختیار تیم ملی مراکش شد. و شما اگر ببینین یک حلقه به شکل حلقه ببینین، این سمت سمت چپ به جای که ونگر به بازی کنه دفاع سمت چپ بازی میکرد، گوریرو بازی میکرد، وسط هم پیپه با دیگر ستاره و سمت راست هم دالوت، یعنی کار میکردن فقط در خط دفاع بودن، نه هافک میتونستن بیرن نه پیشتر. اشتباهی بود که رونالدو را از ادان آوردن. در همچون موارد رونالدو اگر ندرخشه هم به تیم بسیار کمک بزرگ کردن میتونه، تنها موبوحت بودنش هم در تیم کافی است. این راست نگاه هواداری نمیگم، این موضوع جداست. اشتباه به این بود که به یک ستاره ای که نمیتونه تاکتیک پذیر باشد تغییر ایجاد بکنه، مثل گونزالو راموس را به میدان آورد. ما نمیگیم حرفه ای نیست، حرفه ای در سطح جام جهانی بسیار متفاوت است. بله. رونالدو رو شما اگر در بازی بیارین تمام تیم تغییر کرد. شما در بازی ببینید رونالدو وقتی اومد تیم بسطر شد، در کنارش دیگر ستاره های مثل کانسلو اضافه شد، فرناندز اومد پشت سر بازی کرد. فرناندزی که باید پشت مهاجم شماره 9 بازی بکنه به عنوان شماره 10، متاسفانه نتیجه تغییر کرد، او را آوردن به سمت پیشتر و این بسیار کار سنگینی بود بر تیم ملی پرتغال و همین امر سبب شد که پرتغال حذف شد. حالا نتایج همین گونه است. رونالدو 37 ساله که در بازی های المپیک 2024 41 سال میشه، فکر کنم حضور پیدا نخواهد تانست. رونالدو که در المپیک حضور نخواهد یافت قطعاً، چرا که تیم ملی پرتغال نمیدونم که در المپیک راه پیدا میکنه یعنی، اما در جام جهانی 2026 در او زمان 41 ساله میشه. جام جهانی 2026 به میزبانی 3 کشور به گونه مشترک برگزار میشه، بین مکزیکو، کانادا و آمریکا. که او زمان بازی ها جذاب تر خواهد شد، شاید این احتمال میره. حالا فعلا زلاتان ابراهیموویچ با 41 سال سنه که داره بسیار خوب بازی میکنه، هنوز هم او ستاره آماده است، تنها بودنش بازی کردنش کافی است بر تیم. ولی باز هم احتمالی که حذف رونالدو دیگه بازی کنه چنین امری نیست. رونالدو بعد از بازی که ختم شد نگفت که من از تیم ملی خداحافظی میکنم، چون این پست در صفحه خودش بیان گفت مردم میتونه نظر بدن، پیام بازی شد مردم نظر میتونه، ما در مردم چیز گفتن نمیتونیم. ببینید مردم سر هر چیزی هم انتقاد میکنن هم حمایتش میکنن، شاید یک چیز خوب باشه حمایتش میکنن، باز بعضی کساست که عمر خوب نمیدونه معرفی میگه انتقادات بیشتر است، دیدگاه ها متفاوت است، دیدگاه همه کس متفاوت است. دیدگاه من مجری که
کارگردان بعض یک کسی که اجرا کننده ای برنامه است در شبکه آریانا، من میدانم که چی است، ولی کسی که پشت پرده تلویزیونی شده برنامه رو میبینه او درک نمیکنه. مرد هیچ جنوان درک نمیکنه. 100% تیم ها را دیدین، خلاها از گلکیپرا، از مربیا، از کسایی که نقش داشتن، دیدین چقدر نگران کننده بود که با یک غفلت تانست تیم حذف شد از مسابقات جام. ببینین مرحله این حذفی که میرسه یک هشتم نهایی، او با وقت دیگه بازی مرگ و زندگی است. همه بازی ها فاینل است. شما اگر میخواین که ثبات تیمی داشته باشین، باید مرحله گروهی رو خوب طی کنین. شما مراحل کوالیفیکیشن رد شده اید، اومدین به مرحله گروهی. در مرحله گروهی باید اون ثباتی که شما در کوالیفایر داشتین، او رو باید دوباره ادامه بدین. بله. شما وقتی در یک هشتم نهایی میرسین، در یک بازی مرگ و زندگی هستین. مرگ و زندگی به چه معنی؟ شما اگر کوتاه‌ترین اشتباه را، عادی‌ترین اشتباه را انجام بدین، منجر به مرگتون، حذفتان میشه. مرگ به خاطر میگه شما میرین دیگه. صد. شما دیگه در جام جهانی نیستین. مثل که پرتغال رفت. بازی مرگ و زندگی را داشت. جام جهانی یعنی زندگی. هر چه تلاش کرد نتونست. بله. و بزرگترین رویای تیم ها هم است که برن. ما به عنوان یک هوادار فوتبال، شاید تا روزی که زنده هستم، آرزوی می‌کنم که یک بار بازی افغانستان رو در جام جهانی ببینم. چی رسد به اینکه بره به جام جهانی قهرمان شه، او رو بگذاریم کنار. حتی ما برسیم به مرحله گروهی، نتیجه هم نگیریم، خیر، در مرحله گروهی بازی کنیم. بزرگترین آرزویم است به عنوان یک افغان. اما اینکه میای با مراحل بالاتر میره، بارمند است که در تاریخ چنین چیزی را شاید دیگه ما دوباره تکرار نکنیم و جهان هم هیچ وقت فراموش نخواهد بله. کرد. امشب هم بازی جذاب دیدنی آرژانتین و کرواسیا هست. فردا شب هم صحبت می داشته باشیم، بعضی موضوعات دیگه هم که باقی مونده. سروش عزیز، میریم به طرف یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. عصر زیبای شما هم‌تنان عزیز بخیر. سید احد سروش همکار خوب ما که شما صدایش هم میشنیدین و که مسابقات جام جهانی قطر 2022 را در کنار شما، در خدمت شما هم‌تنان عزیز به خصوص فوتبال دوستان بود. سروش عزیز، خیلی ها دیدگاه ها داشتن در رابطه با کمنتری که آغاز برنامه، آغاز مسابقات فوتبال 2022 با صدای شما کمنتری بود، بعد وقت دیگه کمنتری نداشتیم. این انتقادات مردم، پیشنهادات مردم چگونه بود؟ جمشید جان، ما باید به هر دیدگاه احترام بگذاریم. بله. امی لازم امی گپایی را که میذارم شاید به مزاج خیلی از هواداران خوش نخوره. درست است؟ خیلی از هوادارانی که مثلا هوادار ارجنتین است، شاید مرا دوست داشته باشن، بگن که چرا علاقمند پرتغال است. از امی لازم دیگه ما تو نیستی. دیدگاهش است. با او باید احترام بگذاریم. من به تمام دیدگاه مردم خود احترام قائل هستم. کمنت گذاشتن که کمنتری انگلیسی برین، همه مسئولین رای دادن کمنتری انگلیسی. چرا؟ که رای مردم بود. بعدم رای به این شد که خیلی از هوادارا کمنتری پست کردن که ما در رادیو میشنویم نمیفهمیم انگلیسی. یک دو منمی که خیلی از بینندای ما کمنت کرده بودن که ما انگلیسی را درست شاید گزارش خوب بده، اما ما نمیتونیم که دنبال بکنیم، به دلیلی که اکثر مردم که باسواد نیست. بله. تمام مردم افغانستان دسترسی به اینترنت نداره. تمام مردم افغانستان که باسواد نیست. تمام مردم افغانستان که نمیتونه به انگلیسی دسترسی داشته. خب اول خب بگذاریم، شاید خیلی کسانی که رتبهش بسیار بالاتر از خوب انگلیسی رو نمیفهمن و به این خاطر پس دوباره تغییر دادیم. و دو منمی که تولید، چون کپی رایتش در اختیار آریانا بود در افغانستان، ما باید این کارو میکردیم، ولی تصمیم به این بود که ما به دیدگاه مردم احترام بگذاریم. و در ادامه کارم، چون صادقانه بگم که در اوایل جام جهانی بسیار فشار کار سرم زیاد بود، من پیشترم گفتم کسی مرا درک نمیکنه که من روی صحنه چی میکشم. درست است؟ 100%. چقدر فشار کار روی من هست. و من عمو جوانی که پشت صحنه نشسته، من به او بسیار احترام دارم، چرا که او مرا میبینه، من به او با تولید برنامه بله. تولید میکنم. خیلی شاید برشان عادی باشه. بله. سروش عزیز، که من امروز یک کامنت جالب یک نفر داد که گفت خیلی کساست که رفتن اونجا نشستن زیر صندلی، چای گرمم پالش از خورده روان سر هر چیز نظر میده. بله. درست، شاید او از دیدش فقط مقاب تصویری که میبینه نظر میده، پشت صحنه رو نمیبینه، فراتر از اون نمیتونه، نمیتونه ببینه. این که در پشت صحنه سروش کمنتری میکنه، با چی معیار کمنتری میکنه، چقدر زحمت میکشه و چقدر وقت داره، چقدر بیخو میشه، چقدر انرژی مصرف میکنه، چقدر تولید میکنه مواد، این کس نمیبینه، چرا که فشار کار تنها تحمل میکنه. خب روزای اخیر است دیگه. صدای معمولی از هم افتیده، با وجود که هنوز اینا دو شب میشم استراحت گرفتیم، دو روز میشم استراحت گرفتیم، هنوز هم صدای مداخلت عادی بر نداشت. امشب هم میرین بازی جذاب دیدنی آرژانتین کرواسیا. ولی گپ بیست که ما به دیدگاه های احترام داریم، اما باید ما یک مشکل ما در افغانستان داریم که یک مثال قدیمی داره میگه که
بیرونی ها میگم بگدار با زدن اموتی، یعنی که بدون از اینکه ببین آب چه مقدار است تو بلد است آب بازی رو یعنی میندازی خودم اشتباس. ما مردم افغانستان یک کم ایره بپذیریم که کم زود تصمیم میگیریم سر یک چیز، زود سر مردم زود دوست داریم کسی را قضاوت کنیم. من پیشنهادم ایست که یک موضوع را باید چهار سویش را بسنجیم بعد. یک استاد ما بسیار کوتاه میگیم موضوع را، یک استاد ما در روی دانشگاه بار ما درس میداد میگفت که یک نفر اگر سیبه برای شما داد عاجل او را دندان نزنین، شاید دوست داشته باشین که سیبه دندان زده بخوریم به جایی که از چاقو استفاده کنین، اما به جایی که به خاطری که اطمینان حاصل بکنین شاید دوست نزدیکتان باشه یک چند قاش کنین. امورا دو سیب چی هست؟ داخل او سیب چی هست؟ میشه که امو دوسته که تو حساب میکنی شاید در قالب دشمن باشه یک سیب زهر داره بتا. شما اگه یک قاشی سیب بخورین یک گوشی سیب بخورین دوچار مشکل نمیشین، اما اگه شما دندان زده برین و تمام وجودتان میگیره احساس شما متوجه نمیشه در ادامه. خب شاید ما متوجه امول احسان شما ما ادامه کار است. گپی است که بینیدای ما رو ما حق میکن. انتقاد پذیر هستیم؟ انتقاد پذیر هستم قطعا. همین انتقاد هاست که ما رو میسازن. شاید خیلی کسا ما رو دوست داشته باشه به خاطر صدا و کامنتری، شاید جریان گزارش درست بفهمه درست نفهمه به هر موضوعش، ما به او کار نداره. موضوعی که حمایت ها ما رو کمک میکنه او کسایی که انتقاد میکنه نقاط ضعف ما رو برجسته کرده، باید ما نقاط ضعف منفی خود را کامل حذف بکنیم مثبت خود را بیشتر کلان بسازیم و این کمک میکنه برای ما بهتر بسازیم. فردا شب باز هم نیمه نهایی بازی داریم. فردا شب بازی جذاب تر است. فردا شب تیم ملی فرانسه یک کار دشوار در مساف و گلکشی داره که اروپایی ها رو قلقم کرد. یعنی چیز نماند از اروپا دیگه، هم اسپانیا رو برد، هم پیش از بلژیم رنکینگ دوی جهان رو برد، هم اومد پرتغال مدعی رو حذف کرد، حالا اومده به سراغ فرانسه مدافع اون قهرمان. چی فکر میکنی؟ فرانسه که مدعی جام جهانی. یک چیز بگم جام جهانی، من تا حال پیشترم گفتم در مورد هیچ چیز نظر نداده بودم. من از یک از مهمانان برنامه سوال کردم که آیا فکر میکنید که فاینال 2018 تکرار شه؟ استاد علی گفتن بله. و من یک رقم حس میکنم که شاید اشتباه باشه. فوتبال است. حریف فرانسه چیگونه خواهد بود؟ من حس میکنم که فاینال 2018 تکرار شده نیست و حتی احتمالی که کرواسیا برای تا قهرمانی خیلی زیاد میره. چرا که نقاط ضعف تیم ها به هم دیگر معلوم است. اما یک گپ دیگر هم فراموش نکنیم که ارجنتین و ارجنتینی نیست که کرواسیا به مثل تیم های قبلی حساب بکنه که میبرم. دیگه تیم ژاپن نیست که ارجنتین. یا این طرف اگر حساب بکنیم که مراکش بگه که ما پرتغال رو بردم یا اسپانیا رو بردم فرانسه رو میبرم، یا فرانسه بگه من انگلستان رو پرستاره رو بردم بوتر. نه کلی با برنامه میه، برنامه متفاوت است، بسیار تغییرات خاط داشتیم که این موضوع بسیار فرق میکنه و این موضوع باید ما متوجه باشیم که بسیار موضوع مهم خواهد بود و ما انشالله در تلاش هستیم فردا شب یک بازی خوبی را پیشکش بکنیم و این بازی فردا بر ما کمک خواهد کرد که انشالله ما یک برنامه خوب داشته باشیم. بینندگان ما از امشب و فردا شب میتونن ساعت 10 برنامه ما رو دنبال کنن. بله. و فاینال هم نهایی هم چیگونه برنامه ریزی کردین سروش عزیز؟ یک پیدا بکنن. خیر بینی خوب سوال پرسیدین. من از همه هوادارهای عزیز تقاضا میکنم که یک شب جادویی رو در نظر گرفتیم. قرار است که فاینال ساعت 7:30 آغاز شد، ما 1.5 ساعت قبل از او با حضور هواداران در استودیو بزرگ ما و همچنان یک اسکرین بسیار بزرگ قرار است که مسابقات پوشش بدیم به شکل کاملا ویژه، چون هواداران نمیتونن همه گیر ما در استودیو جای بتیم. بله. تقاضا میکنن که پای تلویزیون های خود باشن. ارزش هم داره سروش. ما میزبانشون هستیم، اونا مهمان ما. مسابقات جام جهانی فوتبال قطر 2022 به پایان میرسه و بازی نهایی را باید بی صبرانه منتظر باشن و برنامه ریزی های خودت هم خیلی عالی است و ما هم در کنارت هستیم سروش عزیز. درخشش خیلی خوب داشتین، یک ایونت بسیار کلان از شبکه جهانی آریانا که ما شاهد بودیم در گذشته و خدا رو شکر که این بار در کنار هموطنهای خود بودیم و هستیم و می باشیم. خب سروش عزیز، گپا زیاد بود اما گپا ارائه شد. چی گونه یافتین بازی های جام جهانی فوتبال قطر 2022 را؟ جمشه جان، تمام رویدادهای ورزشی که سپری شده اما در تنها در آریانا، منظورم است در آریانا، ما سه ونت بزرگ پیش ازی سپری کردم. یک المپیک 2022 توکیو را، پس از اون المپیک زمستانی چین را و آمدیم به مسابقات جام جهانی فوتسال. قبل از المپیک زمستانی چین ما فوتسال داشتیم، جام جهانی فوتسال. بله. سه ایونت سپری شد. شاید باور نکنین که شاید 20% از فشار کار ای دفعه نداشت. 20%.
و دوم اینه که جام جهانی فعلی که گذشت و تا مقطع نیمه نهایی رساندیم فوق‌العاده ترین تاریخ جام جهانی بوده که دیدیم، هم از نگاه میزبانی، هم از نگاه برگزاری رویدادها، جذابیت مسابقات و و همه موارد را اگر بسنجیم شاید در تاریخ چنین جام جهانی را قبل از کس مشاهده نکرده باشه. این بار کاملا متفاوت بود. کاملا متفاوت بود. از همه موارد که فکر میکنیم، ببینید شما در یک گرمای شدید آمدین بازی میکنن، ما بازم وضعیت خوب میشه براتون. فوق العاده بود از نظر ما. سپاسگزار هستم از حضور سید احد سروش، اینکه ما هم امشب بی‌صبرانه منتظر هستیم بازی آرژانتین و کرواسیا رو ببینیم و فردا شب هم بازی جذاب دیدنی فرانسه و مراکش. مراکش ببینیم. مراکشی ها خیلی درخشش خوب داشتن. سپاس امتنان از همکار خوب ما سید احد سروش در مسابقات جام جهانی قطر 2022. بخیه عصرتان خوش. خدا نگهدار.